خب در این مبحث پیامبرانی که مبعوث نمیشوند رسیدیم به ماجرای میدیوم ها، و بعد از ماجرای میدیوم ها اومدیم یه نقبی زدیم رفتیم به سمت روانگردان ها برای اینکه کمک بگیریم ازشون و بگیم که اون چه که ما به عنوان روانگردان میشناسیم در واقع یه حالت بولد شده ای هست از همه آنچه که در پیرامون ما هست، و همه اینها همون حالت میدیومی خودشون رو دارند. یعنی تقریبا ما در پی اون چیزهایی هستیم در دنیا دنبال میکنیم، آگاهانه و ناآگاهانه به صورت ناخودآگاه که روی روان ما کار میکنن. در واقع دلبر که جان فرسود، از او هم یه جوری یک روانگردانی هست. این دلبر روان ما رو میگردونه. اگر که شما مثلا کار میکنی، به خاطر این هستش که اگر کار نکنی در یک شرایطی قرار میگیری که روان تو یه جوری دیگه میشه، کار میکنی که روان تو یه حالت دیگه پیدا بکنه. اگر میکوبی میری مثلا شمال مسافرت که حال هوات عوض بشه، در واقع شمال هم روانگردان تو هست. تو قره بدان مشو که می می نخوری، صد لقمه خوری که می غلام است آن را. این صد لقمه تکثری هست که در جامعه ما در واقع در کامیونیتی انسان ها رواج داره، و هر کسی روانگردان خودش رو بنا به هزار پارامتر مختلف میاد باش درگیر میشه، از او الهاماتی میگیره، به طبقه های بالاتر خودش جابجا میشه، یا در حافظه درونی او قرار میگیره از طریق فرزندانش، از طریق نواده هاش این جابجایی ها صورت میگیره. یعنی جهان ما پر است از این دفعه نگیم مخدرها، نگیم روانگردانها، پر است از این محبوبها، پر است از این دلبرها. همون دلبری که شمایلش چه نیکوست به قول اون شاعر، ما رو درگیر خودش میکنه. و اگر بخواین بینید توی ادبیات مثلا عرفانی دنبال بکنید، این میشه اون داستان لیلا. لیلای تو اون کسی که تو دنبالش میکنی، ممکن است که شغلت باشه، ممکن است یه پوزیشن مثلا سیاسی باشه برای تو، ممکن است که تحصیلات آکادمیک باشه، ممکن است که یک زیبارویی باشه، ممکن است که یک باور معنوی باشه، حتی هم ممکن است که یک ریلیجنی باشه، یک دینی باشه، و اینها رو میری. چون اینها به هر جهت به هم متصل هستند، هر کدومشون تو رو به یک چیز دیگری متصل میکنه. یعنی مثل من یه مثالی زدم اون قبلها، گفتم یک مادری که میخواد کودکش را بیفته، یک چیز براقی رو میگیره جلوی چشم او و این رو تکون میده، یا یه اسباب بازی رو میگیره جلوش میگه مامانی بیا اینو بگیر، بیا بیا، و این کودک بلند میشه که را بیفته. و اون مادر دنبال این نیست که اون اسباب بازی رو بده، یعنی هدف او دادن اون اسباب بازی به اون بچه نیست، هدف او راه رفتن اون کودکه. بنابراین اگر چیزی جلوی چشم شما برق میزنه، از نگاه عرفانی که به این موضوع نگاه میکنی، اگر تو دنبال این هستی که مثلا چه میدونم این مدرک دانشگاهی به دست بیایی، اون میخواد در کلیت ماجرا همون شی براقی است که داره تو رو تشویق میکنه که بلند شی راه بیفتی. حالا شما بلند میشی راه میفتی، میری مثلا دکترهای چه میدونم ژن شناسی میگیری، مثلا ژنتیک میگیری، ممکن است که تو در اینجا متوقف بشی به یک نحوی حتی، اما این در کلیت اون داده بشری رو، اون اطلاعات و آگاهی بشری رو یه بروز و تجلی میده درش، یه مرحله شیفتش میده جلوتر، یه شیفتش میده به مرحله بالاتر. و اغلب هم اینطور هست. یعنی اگر مثلا من خودم این کار رو واقعا کردم، نگاه میکنم میرم افراد میرن توی یک لیول های میمونند، حالا دیگه از اونجا حرکت نمی کنم به بعد. یعنی مثلا شده بود من مثلا دانشگاه تهران میرفتم، یادمه خب
یه دکتری می اومد، دکتر خیلی خوبی هم بود، مثلا پزشک اطفال متخصص. بعد این 30 سال پیش، 45 سال پیش مثلا دکتراشو گرفته بود، 50 سال پیش الان مسن شده بود، خیلی تغییر نکرده بود، یه کمی توی اون ورطه خودش مثلا یه حرکتهایی کرده بود، ولی در ارتباط با چیزهای دیگر این تکونی نمیخورد. مثلا اون موقع که من تازه تو دانشگاه تهران بودم، اون موقع یادم تازه بحث ایمیل و اینترنت و اینا باب شده بود. خب این مثلا براشون چیز پیچیده‌ای بود، چیز سختی بود، در صورت که عادی شده بود. مثلا دانشجو شاید استفاده میکردن، اون استاد به این دیدگاه رسیده بود که منم باید استفاده بکنم، حالا تازه اومده بود یاد بگیره و چقدر سختش بود. یعنی ممکن بود که در اون رشته خودش چیزهای به مراتب سختری رو یاد گرفته بود، ولی دایره توقفش در همون محدوده بود، در همون داستان بود، به چیزی کنار او توجه نمی کرد. و اینها بعد از یه مدتی می دونید تمام میشه، تاریخش تمام میشه. یعنی اگر شما اون پزشک رو بگیرید مثلا ابو علی سینای دهر بوده باشه، می بینید که دانش ابو علی سینا دیگه امروز به درد نمیخوره. شاید بیسه خیلی چیزها بوده، خیلی چیزها رو تغییر داده، ولی مال زمان خودشه. این ماندن او هم در اونجا گناهی بر او نیست. یعنی گفتم این در واقع این رو در درون خودش نگه میداره، یا انتقال میده به نسل‌های بعد از خودش، مراحل بعد از خودش. اما یه کلیتی هم وجود داره که اغلب افراد در اون هیته‌ای که در اون کار میکنن میمونن، یعنی یک درختی در درخت بودن خودش میماند. یک ماجرای دیگری اینجا پیش میاد که ما میایم میرسیم به این یگانه نگری و کل نگری. اون موقع اگر شما رفتی و توتمت این دفعه بوتت اون درخت شد یا اون سنگ شد و تو در اون ماندی، یا فلان رشته دانشگاهی شد یا فلان شخص شد، فلان پیامبر شد و تو در اون ماندی، این دفعه یک افولی صورت میگیره، به خاطر اینکه جهان جهان پویاست و پویایی خودش رو حفظ میکنه و در حال حرکت. تو اگر در اون ماندی، اگر بهترین هم بوده باشه و ابو علی سینای در هم بوده باشه، این افول خواهد کرد. اینها اون چیزایی که مثلا فرض کنید توی قرآن داره میگه، مثلا میگه که ابراهیم رفت پیش بت پرستا، رفت پیش ستاره پرست ها، ستاره ها غروب کردن، گفت که من دیگه ستاره نمی پرستم. رفت پیش ماه پرستا، ماه که غروب کرد گفت من دیگه ماه نمی پرستم. این افول میکنه. رفت پیش خورشید پرستا، گفت این خورشید بعد افول کرد، من اینو نمی پرستم. من چیزی را میپرستم که افول نکند. لا احب الافلین. اونایی که افول میکنن رو نمیخوام. چی میخوای؟ آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. میبینید چقدر اینا شبیه همن؟ یعنی یه نفر دیگه ادامه همون داستان میگه که آقا ما اون چیزی که تو میگی، ما هم من خورشید پرستم دوست داشتم اونو بپرستم، من ستاره پرستم دنبال این بودم، دنبال یه چیز بزرگی بودم که این نقص ها و افول ها در اون نباشه که او رو دنبال بکنم. من تمام این شهر رو گشتم پیدا نکردم، گشته این ما. گفتان چه یافت می نشود آنم آرزوست. این آنچه یافت می نشود در واقع همون کلیته، و اون کلیت برای ما، اون عالم معنای یگانه برای ما، حکم همون عدد بزرگتر از 3 رو داره برای گوسفند. گفتیم گوسفند، حالا کاری ندارم واقعیت یا غیر واقعی، فرض کنید تا 3 بیشتر نمیتونه بشماره، این 4 براش بی‌نهایته، هیچ معنایی رو در ذهن او ایجاد نمیکنه. اما به این معنا نیست که این 4 تا چیز رو نمیبینه، برای او پردازش این سخته. آنچه یافت می نشود برای او، تو اون دایره اعدادش که می گرده، میگه 1 2 3، این 4 چیز تنجبلی نیست، مفهوم نیست. ما اگر که این توانایی رو پیدا کنیم که از اون شمارش 1 خودمون گذر کنیم،
یکی که افول میکنه به هر دلیلی. هدفت چیه؟ هدفم این است که برسم به فلان خانوم، هدفم این است برسم به فلان آقا، به فلان محبوب، به فلان رتبه تحصیلی، به فلان پوزیشن جا شغلی، به فلان پوزیشن سیاسی. میدونی یه هدف تعیین میکنی، میرسی به اونجا، به محض اینکه گرفتیش این رو، این پوچ میشه. حالا گلایه نکنن دوستان که پوچ میشه یعنی چی و اینا، دیگه تقریبا عموما اینطور است، حالا استثناءاتی هم هست که یه نفری ظرفیتش در این حدی است که دیگه با همون دلخوش میمونه، از اونم تکون نمیخوره، اون داستانش جداست، اون هنر اون فرد نیست، در واقع ایستایی اون فرد هست بیشتر. و وقتی رسیدی به اینجا و پوت شد، اون موقع میری سراغ بعدی. از یک دیدگاه این هستش که اون شیی که داره برق میزنه برای تو، تو رسیدی و او رو گرفتی و این معنا هست که تو چند قدم جلوتر رفتی، تو رتبه و مرتبه خودت رو عوض کردی و حالا یه چیز دیگری برق میزنه دوباره تا اینکه بری. وقتی که شما اینها رو میری، یعنی این لیلاهای مختلف رو بهشون دسترسی پیدا میکنی، این گم میشه، این لیلای تو رو میگیره میبره، تو رو مجنون میکنه، دوباره بعدی رو نشونت میده، بعدی رو نشونت میده، تا یه جایی میرسه که میاد ظهور پیدا میکنه اون یگانه کلی معنا که میگه خب حالا لیلای تو منم، اونی که دنبالش بودی منم. خب میپرسی تو کی هستی؟ میگه که اینو دیگه تو باید درک بکنی که کی هستم من. و اون موقع است که کاری نمیتونی بکنی، چرا که او در واقعیت معمول تو نمیگنجه. اینجا دوباره باید من یه سویچ بزنم، برگردونم شما رو به دنیای خیال، که ما در اون دنیای خیال اون چرا که متصور هستیم از اون محبوب در واقع درک میکنیم، متصور هستیم از اون معنا او رو درک میکنیم. حالا در اون دنیای خیال اگر من رفتم و به عنوان یک انسان مثلا 1000 سال پیش فکر کردم به این که من ممکن است بتوانم روزی در آسمان پرواز کنم و بعد 1000 سال بعد تونستم یه هواپیمایی بسازم و در آسمان پرواز کنم، این هواپیما هم جزء همون در واقع عالم معنا هست. یعنی اینکه لزوماً معنا به این باوری که ما داریم که یک مثلا یک الهی، یک خدایی، یک چیزی در یک جایی قرار داره، نه این اینطوری نیست. این برای این هستش که خواستن که اون عدد 4 رو که ما بیش از 3 نمیفهمیم برای ما یه جوری تصویرسازی بکنن. گفتند که مثلا در ادیان پیامبران یه زمانی اومدن گفتن که یک وجودی هست که همه چیز به وجود او بسته است، بدون او هیچ چیزی معنا نداره، و بعد مجبور شدن که برای این صفت بگن خب چه صفتی برای قائلیم؟ دستش از همه دست ها پرقدرت تره، هوشش از همه بالاتره. یعنی شبیه سازی کردن با یک انسان که چرا؟ چون انسان انسان رو میفهمه، توانایی های انسان رو میفهمه، او بیناست، بصیر است، او سمیع است، شنواست. اینها پراپرتی های انسان هستن که انسان از اونها چیزی رو، یک معنایی رو میتونه درک بکنه. و بعد وقتی که بهش میگی خب این کو کجاست، نشونه من بده اینا، میگه که اون همه جا هست و هیچ جا نیست. یعنی برمیگردیم به همون صحبتهایی که تا الان انجام دادیم، چیزی ورای اون در واقع فهم معمول ما. و این خودش یه حسن رو در واقع داره که ما در اون دنیای خیالمون، ما گفتیم قبلا تو مباحث عرفان متافیزیک گفتم شما، یا حداقل باور من این هستش که نهایت ترقی انسان، توانایی انسان در این عالم ماده رسیدن به عالم خیاله. و در اونجاست که وقتی که میرسی به اونجا، میبینی که تمام جهان اطراف تو مبتنی بر این بنا شده، اگرچه در کنار هم شکل گرفتند، گونه گونند، اما یکی هستند اینها و مبتنی بر اون خیال شکل گرفته. این مثال اگر بخوام برای این بزنم، شما خودتون مثلا یه تصوری دارید، من رضا رشیدی یه تصوری از خودم دارم، درسته؟
و این منو میسازه. این اینا همون لباسهایی هستش که راجب اون درویش هم صحبت کردیم که به تن خودش پوشونده. حالا ما این شخصیت رضا رو ساختیم، من ساختم این رو در ذهن خودم، آیا این رضا همون چیزی است که در ذهن مادر رضا است؟ آیا این رضا همون شبیه همونیه که در خیال همسر رضا است؟ آیا این رضا همون چیزی است که در خیال فرزند رضا است؟ آیا این رضا همون چیزی است که در خیال دشمن رضا است یا دوست رضا است؟ می‌بینید که اینها مبتنی بر خیال خود چیزی رو میسازن، اما این خیال انقدر امتداد پیدا کرده، مثل همون فیلم سینمایی که براتون گفتم، این شکل واقعیت گرفته و بعد جهان ما اینطوری واقعی شده. اما در واقع یک سری میدیوم های ممتدی در این جهان وجود دارند که ای بسا که خود اینها هم حتی خیالی هستند و بعد اینها با هم داد و ستد میکنن، از یکی میگیره میده به یکی دیگه، اون میگیره میده به یکی دیگه، اینو دست به دست میکنن و این چرخش آگاهی، این چرخش آگاهی، اینو باز برین توی اون ویدیوهای جادوی جهان به شرح، اونجا من توضیح دادم اینا رو، اون چرا که بیرون هست در واقع برای ما ایجاد کرده. خب من الان چیکار کنم؟ من الان بیام و ببینم که من از کدوم میدیوم ها دارم میگیرم، زوم بکنم روی اینها؟ نه، زوم لازم نیست، زوم بکنی روی اینها، به خاطر اینکه تو خودت یه بخشی از این اکوسیستم هستی و اونها داد و ستدشون رو با تو انجام میدن، بنا به اون موقعیتی که هستی اون داد و ستدشون رو با تو انجام میدن و تو بنا به دلایلی در اون موقعیت قرار گرفتی. یعنی اگر تو در یک خانواده به دنیا اومدی که اینا اهل موسیقی هستند، این همینطوری اتفاقی نیست، در اون اکوسیستم طوری جریانات چیده شده، ممکن است چند نسل قبلتر تو اینها چیده بشه و تو امتداد اونها رو داری ادامه میدی، خیال تو در اونجا ساخته میشه و اون خیال تو نهایتا میاد میره، مثال یک موسیقیدانی میشی تو و بعد یه آهنگ میسازی که اون آهنگ میاد میره با بقیه اکوسیستم، با تمام اون شنونده هایی که میان توی کنسرت تو ارتباط برقرار میکنه و یه چیزهای دیگری رو در اونها ایجاد میکنه، یه حالات دیگری رو در اونها بروز میکنه، یه رسپتورهای دیگری رو در اونها فعال میکنه برای اینکه اونها بتونن چیزهای دیگری بگیرن، کار همون قارچ رو میکنه با اونها، میچسبه به اون نورون‌های ذهنی اونها و اونها موسیقی رو گوش میکنن و میبینن که چه لذت غریبی هم دارن از این میبرن، در واقع همون رسپتورها رو فعال میکنه در اینها. خب حالا با این اوضاع و احوال من چه میتونم بکنم؟ من توی ویدیوی قبلی من گفتم که میتراش و میخراش شعر مولانا رو، این میتراش و میخراشه گاهی صرفا دراز کشیدن روی همون آبه، یعنی اگر تو تراشنده و خراشنده ماهری شده باشی، اگر شناگر ماهری شده باشی، لازم نیست دست و پایی بزنی در اون آبی که در او برو قرار گرفتی. حتی اون گفتیم که شما سیر آفاق رو میکنی، میری روی این رودخانه دراز کشیدی، او خود تو رو میبره، بعد توی همین بردن، توی مفاهیم مثلا دینی و اینا، بحث توکل و بحث رضا و بحث تسلیم و بحث پذیرش و همه اینها میاد که دوباره در مورد اینها صحبت کردیم و این شاید اپتیموم حالت وجودی تو باشه، برای اینکه بعضن گاهی که تو در حال دست و پا زدن هستی، دست و پا زدن یکی این که تو رو خسته میکنه، یکی این که در انعکاس، در استحکاک با چیزهای دیگر قرار میگیره و دیگر این که ممکن است که در خلاف جهت رودخانه اصلا شنا بکنیم. بنابراین ما اگر توانستیم که خود رو برسونیم به اون عالم خیال، با چه؟ با دستگیره های از این میدیوم هایی که
به صورت دیفالت در اون مسیر وجود ما قرار گرفتن و هر کسی هم متفاوتن. یکی نقاشی میکنه، یکی ساز میزنه، یکی عاشقی میکنه، یکی دیوانگی میکنه، یکی دنبال ثروته، یکی دنبال دانشه. و بعد اینها ما رو رسوندن به یک نقطه‌ای که ما خیالمون در اونجا شروع به شکل گیری کرد، رسیدیم به جایی که توانستیم خیال بسازیم در اونجا و اون خیال‌ها رو تبدیل به واقعیت کنیم. یعنی مثلا شما در پی ثروت داری میگردی، در خیال خودت یک جزیره ای رو مثلا تصور میکنی که خریدی و بعد تونستی اینو تبدیل به واقعیت کنی. از همون مسیر پول در آوردی، کار کردی و اون رو به دست آوردی. تو اون وظیفه ای که باید انجام بدی رو انجام دادی. خب اگر داستان این هست، این کسانی که دنبال عرفان و اینجور مسائل هستن، اینا چی کار میکنن؟ اینها اون قوه خیال رو طوری پرورش میدن، برای من حداقل شخصا اینطور است، که دنبال هیچ کدام از اون تک تک اینها نباشن. یعنی اگر من از یک درخت چیزی میگیرم، منحصر به اون درخت نخواهم شد. اگر از دانش چیزی میگیرم، منحصر به اون دانش نخواهم شد. اگر از فلان پیامبر چیزی میگیرم، منحصر به اون نخواهم شد. اگر از فلان کتاب آسمانی یا زمینی یا فلان شاعر یا فلان نویسنده چیزی رو میگیرم، منحصر به اون نخواهم شد. من خودم رو رها میکنم که از همه بگیرم. یعنی اون شناوری رو بر اون عالم معنا در واقع آرزو میکنم. شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. اون آلتیموم همه چیز رو آرزوم هستش. اونها میگن که آقا ما رفتیم با این تلاش کردیم نرسیدیم، با این چراغ گرد شهر گشتیم پیدا نکردیم. من میگم که من نمیگردم از تنین رو. من اینجا باز و پذیرا میستم، هر آنچه که سهم من هست بیاد و من همه اینها رو یگانه میبینم. همه اونها برای من توتمن، همه اونها برای من خدای من هستند. و این گشایش اون موقع شما رو رها میکنه بر یک سطحی عبور کردن که یک رضای خاصی رو در واقع در درون شما ایجاد میکنه. و این رو شما باید برید مثلا، نمیدونم چجوری بگم، زندگی پیامبران رو ببینید، اونهایی که یا عارفانی که بسیار در این مسیر پیش رفتن. شما اگر برید به اینها بگید که کیو میپرستی، میگه هیچکی. بگی به چه اعتقاد داری، میگه به هیچی. بعد میگن خب پس چی؟ میگه من به همه چیز اعتقاد دارم و به هیچ چیز اعتقاد ندارم. مشکلش با همون اعتقاد داشتن است. چرا؟ چون اونو محدود میکنه. اگر تو اومدی معتقد شدی به بودا، تو دیگه مثل همون محصل دانشی هستی که میره میگه من میخوام در سطح فوق لیسانس بخونم، همونجا میمونه، یا دکترا میگرفتم تمام شد، 4 روز بعدم اون رشته اون دیتد میشه، تاریخ مصرفش میگذره، میره. خب این میگه نه، من خودم رو نمیخوام محدود به چیزی بکنم، من بر امواج خیال روانم. امواج خیال چی هست؟ امواج خیال اونجایی که نمیدونی چی هست، یافت می نشود، است بزرگتر از اون 3 هست که اون گوسفند میتونه بشماره، اون عدد 4 هست، اون عدد 5 هست که تعریفی از اون نداری اما وجودش رو درک میکنی. و بعد اونجا شما بخشی از او شدی و وقتی بخشی از او شدی، این بار خودت میدیومی هستی که چیزها شروع میکنن از تو عبور کردن. من یه وقتایی هستش که چیزهایی رو مینویسم و بعد خودم میشینم میخونم اینا رو. همین الان که دارم برای شما دارم صحبت میکنم، مگر من فکر کردم به این چیزهایی که میخوام بگم؟ نه، اوتوماتیک وار میاد. و بعد وقتی فایل در واقع صوتیم رو بستم، میشینم اینو گوش میکنم ببینم چی گفتم، چون که وصل میشه همینطوری میاد. حالا در هر بابی هم که باشه، در هر چیزی که باشه، بعضی از اونها حتی بعدش برای خود من اینها تازه هستن. و این حاصل اون سواری بر اون موجه. یعنی من در یک رودخانه قرار گرفتم، دارم میرم، مناظر دور و بر رو میبینم، میگم یه درخت دیدم، اینجا یه جنگلی هست، اینجا یه تخت سنگ بزرگی هست، ولی از قبل من اینها رو ندیدم.
ممکنه که بار اولم باشه که خودم این رو دارم تجربه میکنم، اما شدم اون مدیومی که این رو عبور میده از خودش، میاد و این رو بیان میکنه، میگه ببین من اینجا رفتم، من این کار کردم، از اینجا عبور کردم، اینو دیدم. شاید تو هم اگه از اینجا رد شدی اینو دیدی، شاید هم تو اصلا از یه شاخه دیگری از این رودخانه رد شدی، اصلا با همچین چیزی برخورد نکردی. بنابراین جهان ما پر است از پیامبرانی که مبعوث نمیشوند. یک ارتش سری وجود داره که شما زمانی که عضو این ارتش شدی اون رو درک میکنی. اگر قرار باشه که این مشهود همه باشه که سری نیست، شما وقتی که درگیر او شدی او رو میبینی و این روان تغییر در روان تو به وجود میاره. روانگردان همگیره، یعنی وقتی رفتی و شما الان یه نفر یه مخدری مصرف میکنه، میگه که من مثلا روی ابرام، این حالا تحت لفظی میگن، خب او داره اون رو درک میکنه، او داره اون باور رو توی اون لحظه داره. ای بسا که او یه بنبستی باشه در اونجا، ای بسا که یک گشایش باشه، ولی در اون لحظه او حالش اونطوری است. بنابراین کاری که میکنید خیال خودتون رو بست بدین، یعنی شما هر مرحله ای از عرفان رو که بری جلو، توی هر فرقه ای که بری جلو میای میرسی به اینجا که میبینی که جهان جهان مبتنی بر خیاله و این خیال بعضن در مراحل مختلف متجلی میشه. یه وقت صرفا وهم خالیه، شما وهم میبینی، بعد این شکل میگیره ولی زمان میخواد که شکل بگیره. امروز فکر میکنی که میشه در آسمان ها پرواز کنم، 100 سال بعد هواپیما رو اختراع میکنی، این زمان میبره. امروز فکر میکنی که میشه هوش مصنوعی این کار کنه، 5 سال بعد این کارو میکنه. خب یه وقت هم هستش که میرسی به اینجا که میخواهی چیزی بشود و میشود، و اون موقع اونجا گفتم که اون ریاضت تو تازه شروع میشه که حالا خواهم که نخواهم، حالا که رسیدم به اینجا که میشود کن فیکون بشه، بگی و بشه، اون موقع دیگه تو نمیخواهی که بشه، و اون موقع شدن تو وقتی که قرار هست بشه، اون حکم اولیه‌ای هست که در تمام جهان جاری و ساری میشه، میره میرسه به تمام اون مدیوم ها و اون رو پخش میکنن در جهان. یعنی یک چیزی رو تو مطرح میکنی و بعد فردا میبینی که در گوشه گوشه جهان از او داره صحبت میشه، بدون اینکه تو به کسی او رو گفته باشی، بدون اینکه لازم باشه کاری بکنی برای انجام او، اون کن تو در واقع واقع شده. گفتی که باش پس پدید آمد.